اروپا تنها نباشه. من اما خواهی مدیومش درشتهشون مردمی اینجا با حاله. هرچه مدت زیادی از ساخته شدن خشمهای اون میگذره، اما هر از چنگایی بحث سر این که آیا فیلم اقتباس از داستان واقعی بوده یا نه بالا میگیره. این سوال پیش میاد که فیلم ربطی به زندگی ناصر محمدخانی، بازیکن تیم ملی و پرسپولیس و شهلا جاهد داره یا نه. در این ویدیو قراره به این سوال جواب بدیم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب سلام سینما رو سابسکرایب کنید. جالبه بدونید عبارتی که برای خلاصه داستان خشم و هیاهو منتشر شده برگرفته از کتاب ویلیام فاکنر به همین اسم. زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. اما فیلم هومن سیدی بیشتر از اینکه در داستان از خشم و هیاهو الهام گرفته باشه، در فرم روایی مرهون رمان به یاد موندنی فاکنره. در هر فصل از کتاب فاکنر یک نفر از اعضای خانواده در جایگاه راوی قرار میگیره و داستان رو از نگاه خودش تعریف میکنه. سیدی هم از همین ترفند برای تعریف ابعاد مختلف و متفاوت یک داستان جنایی استفاده کرده و در هر بخش فیلم ما حادثه رو از زبان یکی از کاراکترها میشنویم. شباهت ها و تفاوت های فیلم خشم و هیاهو و داستان ناصر محمدخانی و شهلا جاهد کدومه؟ در آغاز فیلم اولین چیزی که سیدی نشون تماشاگر میده اینه که داستان و اتفاقات فیلم کاملا زاده تخیل نویسنده هستن و هر گونه شباهت به اشخاص و اتفاقات حقیقی کاملا تصادفیه. البته که این نوشته صادقانه نیست. با کمی تحقیق و بررسی راحت میشه دید که بخش عمده ای از اتفاقات فیلم نه تنها زایده تخیل فیلمساز نیستن، که دقیقا عین به عین و حتی دیالوگ به دیالوگ از داستان واقعی برداشت شدن. اما در این حال این اصلا به این معنی هم نیست که فیلمساز در خشم و هیاهو زندگی محمدخانی رو بازسازی کرد. بذارید بریم سراغ جزئیات و از تفاوت‌هایی شروع کنیم که بین داستان محمدخانی و فیلم خشم و هیاهو وجود داره. اولین نکته اینه که شخصیت‌های این فیلم هر کدوم کاراکتر مستقلی دارن و طوری پردازش شدن که خصلت‌های رفتاریشون متفاوت باشه. خصوصا درباره خود محمدخانی و همسرش این نکته به دقت رعایت شده تا حرف و حدیثی پیش نیاد. محمدخانی و برخوردشون با قضیه ارتباط کمی با واکنش‌های خسرو در فیلم دارن. فیلمساز تاکید داره که این خسروه، ناصر نیست. هرچند داستانشون به هم شبیهه. همسر خسرو در فیلم هم شخصیتی برومده از ذهن فیلمساز. نبودم دیگه با این دختره بدن گروه صرف بزنی. من اصلا این خانم کجا میبینم؟ در روایت و داستان هم یک پیچ روایی طراحی شده که سیدی برای فاصله گرفتن از زندگی محمدخانی روی اون تاکید مضاعفی میکنه. در خشم و هیاهو همسر خسرو اتفاقی تصادف میکنه و به کما میره، در حالی که در داستان واقعی اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و همین مسئله سیر روایت رو از نیمه کاملا جدا از زندگی محمدخانی میکنه. بله، این کاملا درسته که خشم و هیاهو درباره ناصر محمدخانی نیست و فیلمساز سعی کرده شباهت بین خسرو و اونو به کمترین حالت برسونه. در واقع به جز مشهور بودن و یک کمی همروحیه پرخاشگرانه هیچ وجه مشترکی بین قهرمان فیلم و ناصر محمدخانی نیست. از شهلا تا حنا. اما درباره شباهت‌های شهلا و حنا با بازی تناز طباطبایی قضیه کاملا فرق می‌کنه. ناصر محمدخانی در فیلم جایی نداره، اما شهلا جاهد در فیلم تا اندازه زیادی بازسازی شده و بخشی از داستان که مربوط به اون میشه از جریان واقعی برداشت. البته از بچگی شهلا صدا می‌کردن، زنی که هم لوند و خانه خراب کنه و هم قربانی و عاشقی از جان گذشته. آدم چشوش اینقدر خوشگلی که سرشو نمیدونست پایین. از خودم گذشتم، میدونستم که آخرش چی هستش، ولی از خودم گذشتم. داشت دروغ میکنه. اینو از من نباید بگیری عزیز من. تو من دوست داشتم، باور کن. اگه جلسات دادگاه علنی شهلا جاهد رو ببینید متوجه میشید که خیلی از دیالوگ‌های حنا تو دادگاه بازخوانی حرفای شهلاست. مثلا صحبت شهلا که خانواده مقتول رو جری میکنه در فیلم از دهان حنا بیرون میاد و به قاضی اعتراضی مشابه شهلا میکنه. زجه های مادر مقتول در صحنه دادگاه فیلم عیناً بازسازی شده و همچنین اون دیالوگ معروف بین قاضی و ناصر محمدخانی که قاضی ازش میخواد دقیقاً عنوان کنه که چه حکمی رو برای چه کسی تقاضا داره. قصاص و شکایتتون از کیه؟ صراحتاً اسمشو اعلام کنید. همسر من بیگناه کشته شده، اشد مجازات برای متهم دارم برای قاتل.
دفاعی آخر هنا که ناگهان منکر قتل میشه و میگه کسای دیگه ای در قتل دست داشتن و بعد انگار تعادل روانیشو از دست میده و شروع به التماس و زجه زدن میکنه، در فیلم هم به تصویر کشیده شده. هر چند دیالوگ تکرار شونده اش متفاوته. نحوه صحبت کردن شهلا درباره عشق به ناصر و نحوه توصیف اون از همسر محمد خانی که مایه عذاب ناصر میدونش و میگه زندگی ناصر رو سیاه کرده هم با دیالوگ های حنا مطابقت داره. با اخلاق گند تینا دیگه نمیتونم زندگی کنم. من مهم نیستم که فقط میخوام با تو باشم. یکی دیگه از موارد مشابه استفاده از تصویرهای ویدیویی و ضبط شده از زندگی ناصر و حناست. در مستند کارت قرمز که درباره همین پرونده جنایی ساخته شده، تصاویر آرشیوی زیادی از زندگی خصوصی شهلا و ناصر موجوده. لحظات کنار هم بودنشون تو خونه، قربون صدقه هم رفتنشون، شوخی‌ها و توجه زیاد و عاشقانه شهلا به محمد. در فیلم خشم و هیاهو هم فیلمساز چنین روی کردی رو پیش میگیره و برای نزدیک شدن به دو شخصیت اصلی در جاهای مختلف فیلم تصاویری از ویدیوهای خانگی اونا رو پخش میکنه. ویدیوهایی که هرچند دقیقاً شبیه به آرشیو واقعی نیستن، اما ایده حضورشون در فیلم از همون تصاویر آرشیوی میاد و همون حال و هوا رو بازسازی میکنن. از جمله همون توجهات ویژه حنا و لحن عاشقانش یا تندخویی‌های خسرو. خسرو ببخشید. برو پایین ساکت شو زهر نزن، برو پایین. کیفتو بردار. خیلی سمت من نمیشه. نظر کارگردان و بازیگر خشم و هیاهو درباره شباهت‌ها با پرونده شهلا جاهد. من باید این کارو بکنیم. اومدیم یه کپچری زدیم. دوستان هر اتفاقی که شما رو خدای نکرده یادتون بیندازه برای یک داستان واقعی، همش اشتباهه. برای اینکه ما قصدمون ورود کردن تو زندگی شخصی دوتا آدم به هیچ عنوان نیست. اما هومن سعیدی تحقیقات و مطالعات زیادی درباره پرونده شهلا جاهد انجام داده که شباهت‌های بسیار صحنه‌های دادگاه فیلم به لحظات نفسگیر دادگاه واقعی از همینجا سرچشمه می‌گیره. سعیدی یه جای دیگه گفته این که ارجایی به این اتفاقات یا اتفاقات دیگر داشتیم درسته، اما این که بگیم ما همون آدما رو تو فیلم می‌بینیم نه. تقریباً 70% داستان من به اون پرونده و کاراکترها شباهتی نداره. البته 70%ی که هومن سعیدی میگه قطعاً اغراقه. این حرف سعیدی درباره محمد خانی کاملا صدق میکنه، اما درباره شباهت‌های حنا و شهلا چندان هم صادقانه نیست. تناز طباطبایی هم در مصاحبه اشاره کرده تحقیقات زیادی درباره شهلا انجام دادن. با هومن سعی داشتیم شهلا رو بازی نکنیم. ما کاراکتر دیگه ای داشتیم که حنا نام داشت. برای هومن تفاوت گیریم و لباس حنا و تأکید به تفاوت نقش خیلی مهم بود. در مورد کاراکتر شهلا جاهد و حالا با بررسیایی که ما کردیم، به همین دلیل به نظرم خیلی مونده تو ذهن همه که اساساً کاراکتر چند بعدی و پیچیده‌ای بوده، خیلی پیچیده بوده. من خیلی دوست می‌داشتم که اون زمانی که اتفاقات افتاده بود و هنوز زنده بود ایشون، دوست داشتم که ملاقاتش می‌کردم و اینقدر پیچیدگی رو حداقل سعی می‌کردم که از نزدیک ببینم. خشم و هیاهو سعی می‌کنه مضمون مورد نظرش رو از پس زمینه یک داستان مشهور جدا کنه. من یه موقع خشم و هیاهو رو دیدم ولی این فیلم چیزو ندیدم. تو فیلم خشم و هیاهو وکیل هم میگفت واسه شما رو یعنی مقصر اصلی قلمداد کردن، شما یعنی با دادگاه هماهنگ کردی، با شهلا صحبت کردی که شما این قتل رو گردن بگیر، من رضایت میدم. ضمن این که تلاش سازنده برای حفظ حریم شخصی زندگی محمد خانی ستودنیه، از این نظر خشم و هیاهو دقیقاً در نقطه درستی ایستاده، جایی که یک واقعیت تلخ و در عین حال زرد یک اثر هنری خلق. سلام سینما، اگر ویدیومونو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.